انجیل متی از کتاب ترجمه تفسیری باب 13 آیات 31 تا 43. ملکوت خدا رشد می کند و وسیع می شود. عیسی باز مثل دیگری برای ایشان آورد. ملکوت خدا مانند دانه ریز خردل است که در مزرعه ای کاشته شده باشد. دانه خردل کوچکترین دانه هاست. با وجود این، وقتی رشد می کند از تمام بته های دیگر بزرگتر شده به اندازه یک درخت می شود، به طوری که پرنده ها می آیند و در لابلای شاخه هایش لانه می کنند. این مثل را نیز گفت: می توان آنچه را که در ملکوت خداوند روی می دهد به زنی تشبیه کرد که نان می پزد. او یک پیمانه آرد بر می دارد و با خمیر مایه مخلوط می کند تا خمیر ور بیاید. عیسی برای بیان مقصود خود همیشه از این نوع امثال و حکایات استفاده می کرد و این چیزی بود که انبیا نیز پیشگویی کرده بودند. پس هرگاه برای مردم سخن می گفت مثلی نیز می آورد، زیرا در کتاب آسمانی پیشگویی شده بود که من با مثل و حکایت سخن خواهم گفت و اسراری را بیان خواهم نمود که از زمان آفرینش دنیا تا حال پوشیده مانده است. پس از آن عیسی از نزد جماعت به خانه رفت. آنگاه شاگردانش از او تقاضا کردند که معنی حکایات گندم و علف هرز را برای ایشان بیان کند. عیسی فرمود: بسیار خوب، من همان کسی هستم که تخم خوب در مزرعه می کارد. مزرعه نیز این دنیاست و تخم‌های خوب آنانی هستند که پیرو ملکوت خداوند می باشند و علف‌های هرز پیروان شیطانند. دشمنی که علف‌های هرز را لابلای گندم‌ها کاشت شیطان است. فصل درو آخر زمان است و دروگرها فرشته‌ها می باشند. همانطور که در این حکایت علف‌های هرز را دسته کردند و سوزاندند، در آخر زمان نیز همینطور خواهد شد. من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تا هر چیزی را که باعث لغزش می شود و هر انسان بدکاری را از ملکوت خداوند جدا کنند و آنها را در کوره آتش بریزند و بسوزانند، جایی که گریه و فشار دندان بر دندان است. در آن زمان انسانهای نیک در ملکوت پدرم خدا همچون خورشید خواهند درخشید. اگر گوش شنوا دارید خوب گوش دهید.